باز سلام به شما. گفته بودم چهارشنبه به احتمال 99% با شما هستم. به نظر میاد که اون 1% قوی تر از 99% دیگه بود و نتونستیم با شما باشیم. هنوز منتظر هستیم اون دکترا با هم صحبت کنن و نتیجه رو به ما اعلام کنن. در همین حال مجبور شدیم که یک سفر 4 روزه داشته باشیم، یه برنامه رو یه جا باید ضبط کنیم. همین جوری که میبینید نه خواب داریم و نه آسایش، حتی ریش رو هم نزدیم و با این سر و صورت پریشان آمدیم به شما بگیم که امروز جمعه هم نمیتونیم با شما باشیم و امیدوارم که یک شنبه یا دیگه بذاریم همون دوشنبه با شما باشیم و صحبت کنیم. و گاهی وقتا باید یه فاصله، یه استراحتی از همدیگه بگیریم. توی آمریکا رسمه، حتی زن شوهرها میگن که به همدیگه، میگه احتیاج دارم یه مدت تنها باشم. البته رسم خوبی نیست، بعضی وقتا وقتی تنها میشن میبینن خیلی بهتره، دیگه همیشه تنها میمونن. میبینید که من از گوشه یه اتاقی که حتی این حوله آویزون کردم اینجا که نور پشت نیاد و خندم گرفته بود، گفتم به دوستان اینقدر میگیم که آقا اگه میخوای یک کاری انجام بدی وسائلت رو آماده کن، ولی خودمون امروز اینجوری با این سر صورت با این هیئت هیبت یا هیئت مهیب آمدیم و شما رو ترسوندیم خدای نکرده. ولی بعد نیست، خب مثلا این عکس شما میتونید بگیرید بذارید بالای قندون، بچه‌ها دیگه نمیرن سراغش. در اصل دوستان عزیز ممنون و متشکرم. باور کنید اینقدر ایمیل و تلفن و پیام، از آقای بهرامی ممنونم، از آقای پتیک ممنونم، از دوستان دیگه ممنونم، از دوستمون از خلیج فارس ممنونم که احوال پرسیده بود چطوری و اینها. و همون جوری که گفتم من اینجا به احتمال زیاد فردا که شنبه هست کارم تموم میشه و دیگه برگردیم منزل و دیار و خانه خود. و وقتی هم برمیگردی 3-4 روز که نیستی، باید 30-40 روز کار کنی تا اون نیستی رو جبران کنی. توی این فرصت یه لینک براتون میذارم پایین یا توی فیسبوک روی یوتیوب، تمام ویدیوهای برنامه‌های تلویزیون مردم رو میتونید اونجا نگاه کنید و اگه خواستید نظر بدید درباره هر کدوم یا سوالی داشتید لطف کنید بنویسید کدام برنامه، کدام روز، احیاناً در چه ساعت و زمانی تا ما باهاتون صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای مصباح عزیز از آفریقا. آقا ما رو ببر آفریقا، میدونم میترسی منو ببری اونجا با این حیوونا اشتباه بگیرن و ولمون نکنن. والا بعضی وقتا وضع این حیوونا خیلی بهتر از ما هست. دست هم ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستان. خانم زهرا معینی اینجاست. حتما برنامه های کانون و آوا رو نگاه کنید ببینید که چه ظلم و ستمی این رجبی بر خودش، بر همسر قبلیش، بر فرزندش، بر خانوادهش، بر خانواده دیگران انجام داده و سازمانی رو که 50 سال با امید و آرزوی یه سری جوان که ایدئالیست بودن، حقیقتاً دنبال عقیده و زندگی بهتری بودن، ولی متاسفانه بعد از 50 سال امروز چنان به زمین زده این رجوی که خودش هم یا غیب شده یا معدوم شده یا از خجالت رفته قایم شده. در صورت ببینید برنامه های کانون آوا رو و لینک اونها هم در تلویزیون مردم هست. اتفاقا امروز صبح داشتم این لپتاپ اینجا رو ردیف میکردم، دیدم تلویزیون مردم اون بالای صفحهاش یوتیوب، فیسبوک، توییتر، یه چیز دیگه هم هست. اینم ممنونیم از اون بیژن عزیز توی هلند بود، اون وقتا این کار انجام داد. هیچ خبری هم دیگه ازش ندارم. خب من فقط قرار بود که 1 دقیقه صحبت کنم و بگم که امروز برنامه ندارم، به احتمال زیاد دوشنبه با شما هستم. شادم اصلا گذاشتیم ریش بذاریم، خدا رو چه دیدی شاد ایران عوض شد. ما خواستیم بشیم رئیس جمهور، بالاخره رئیس جمهور بی ریش داشتیم تو ایران تا حالا. یکی آقای بنی صدر بود، گفتن آقا ریش نداری قبول نیست. دومیش رجایی بود، گفتن آقا ریش نداری قبول نیست، منفجرش کردن. دیگه بعدش هرچی بوده
رفسنجانی طبیعی ریش نداشت، احمدی نژاد هم ریش داشت نداشت، اینقدر صورتش زشته مثل من که معلوم نیست ریش داریش و ریش نداریش هم مهم نیست. در صورت احمدی نژاد هم خیلی فعال، خیلی فوش میده و به اینو اون انتقاد میکنه، نمیدونه که خود احمقش 8 سال مسئول این خرابیایی بود که امروز دلار نمیدونم 12,000 تومان 11,000 تومان. روحانی هم جدیدن یه صحبتی کرده بود و گفته بود از اون روزی که مردم اومدن تو خیابون، آقای روحانی مردم هر روز بگو بیان تو خیابون، وقتی شما بلد نیستی دولت رو اداره کنی، حکومت رو بچرخونی، نمیدونم اقتصاد رو خوب کنی، چی کار مردم داری؟ برو آقا دنبال کار زندگیتون، بیان بگین بلد نیستیم بذارین یه نفر بیاد مردم رو چیز کنه. ببخشید من دیگه واقعا از این تصویری که خودم ببینم خیلی راضی و خوشحال نیستم، بهتون گفتم واقعا این یه حوله است، دیدم اینجا نور میاد رفتم اونجا یه حوله برداشتم آویزون کردم اینجا. و اجازه بدید که جمعه هست، آخر هفته است، برای همتون آرزوی سلامتی و طول عمر و این سلامتی رو دست کم نگیرید و به امید روزهای بهتر. دیگه دوشنبه با شما خواهیم بود، سربی با مردم میشه سربی با شما. شما هم شرکت کنید، شما هم برنامه بذارید، شما هم حمایت کنید. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، با حمایت مردم. مردم کیا هستن؟ دستاتون رو ببرین بالا، من و شما هستیم مردم. روز و روزگارتون خوش، و اگر هم سوالی نظری داشتید میدونید با ما چجوری تماس بگیرید. شماره تلفنمون هست 202 ایریا کد واشنگتن 695-2573. ایمیل هست info@mardomtv.com. وبسایتمون هست mardomtv.com. فیسبوک شخصی من هست پارسا سوربی، فیسبوک مردم تیوی هست مردم تیوی. یعنی ما تا اونجایی که تونستیم همه چیز رو برای شما آسون، وقتا هم گفتن لقمه رو میجوه، مثل بچه گنجشگاه هست جوجه ها، لقمه رو میجوه میذاره تو دهن طرف، از این آسونتر نمیشه. گفت زندگی رو آسون بگیر، سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. روز و روزگار بر شما شاد، با امید روزهایی بهتر، آینده روشنتر، و با امید دیدار شما کی؟ دوشنبه از واشنگتن، واشنگتن دی سی، دیستریکت آف کولومبیا، ولی ما فهمیدیم که این واشنگتن دی زی هست، یعنی همه آشغالای آشپزخونه هفته گذشته، نخود و لوبیا و گوشت مونده و پیاز و همه اینا رو میریزن تو این دی زی تا بجوشه، ولی خوراک خوشمزه ای ازش بیرون میاد. با همه مشکلاتی که آمریکا داره هنوز بهترین کشور دنیاست. مگر اینکه برم آفریقا، وقتی رفتم آفریقا بیام بگم ما اشتباه کردیم تو آمریکا وایسادیم. این دوستمون از آلمان گفت آقا شما که آلمان بودی، شما که ویزا مثلا پاسپورت آلمان میخواستن بهت بدن، دیوانه بودی رفتی آمریکا، اونجا بدو بدو کار کن کار کن کاریزی که میشی. 16,300 دلار برای 2 روز بیمارستان و یه آزمایش هم تو اتاق بغلی، 16,300 دلار. ما شانس آوردیم یه بیمه ای داریم 20% شو باید بدیم، 16,000 دلار 20% میشه 3,200. بیشتر اون بیچارهایی که ندارن، بعضیا خونه هاشون رو باید بفروشن، ماشینشون رو باید بفروشن، یه عمر زیر بدهکاری و قرض برن برای که یه بار مریض شدن رفتن بیمارستان. مواظب سلامتیتون باشید و قدر سلامتیتون را هم بدونید. خدا نگهدار، به امید دیدار. مرسی.